دوستان عزیز، هفته قبل روز سه‌شنبه ما برنامه ای داشتیم در پیوند فعالیت های اداره محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی، و اگرچه می دانیم که این موضوع انقدر مهم و پر اهمیت بود که بنابر ای گرفتیم که امروز هم در پیوند با ادامه صحبت های که هفته قبل داشتیم برای شما از آن گفتگویی داشته باشیم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دقیقاً چه جایگاهی در نظام آموزشی کشور ما داره و چه فعالیت‌هایی را تا کنون داشته؟ فعالیت‌هایی که میتونه مفید واقع شود در راستای تعلیم و تربیت و آموزش بهتر برای دانش آموزان این مرزبوم، به او تعداد مراکزی که در سراسر کشور ما وجود داره، چه رشته‌هایی برای دانش آموزان عزیز در نظر گرفته میشه و این رشته‌ها تا به حال چه تعدادی از دانشجو یا دانش آموز داشته. بحث مهم دیگری که خیلی از شما از آن مایل هستید بدانین، بحث شرط بعد از این که فارغ میشن از چنین مراکزی هست که چگونه میتونن وارد بازار کار شن و چقدر میتونن تطابق داشته باشه و بر روز باشه با این که تقاضای بازار کار کشور ما چگونه است و چقدر این اداره محترم میتونن یاری کنه و کمک کنه به عزیزانی که حتی میخوان به دنبال کار باشن. خب همه شما عزیزان میدونید که کار کردن در شرایط بازار کار افغانستان هم خب شرایط ویژه‌ای داره، مدارکی میخواهد و قطعا همه شما باید این لیاقت و این کیفیت ها را در وجود خود داشته باشید تا که بتونید وارد بازار کار شوید. همه این صحبت ها را برای شما از آن امروز داریم با اتفاق مهمان گرانقدر خود آقای طیب عزیز که خوشبختانه در کنار ما هستن و به اتفاق ایشان در خدمت شما عزیزان هستیم. آقای طیب سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه ما مجددن. تشکر میکنم از اینکه فرصت برای ما ایجاد کردین که در رابطه با تعلیمات تکنیکی و مسلکی با شما صحبت کنیم. همچنان تشکر میکنم از همکاران تکنیکی برنامه شما و از طریق برنامه بسیار پر ارزش شما سلام و عرض احترام دارم به تمام شهروندان عزیز افغانستان. بله سپاسگزارم، زنده و سلامت باشن، خیلی خوش آمدن و تشکر از اینکه دعوت ما به صحبت امروزی را پذیرفتیم. آقای طیب عزیز، در رابطه با اداره محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی میخواییم برای بینندگان عزیز و تشنگان علم و معرفت صحبتی داشته باشیم. قطعا همگی دوستان که در پیوند با ای که ای اداره چگونه یک اداره ای هست، چه فعالیت هایی داره، چه کارکردها و برنامه های آیندهش حتی صحبتی داشته باشیم. در ابتدا یک نگاه اجمالی بیاندازیم به تاریخچه اداره محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی و یک معرفی برای بینندگان عزیز داشته باشیم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به عنوان یکی از مراجع بسیار مهم آموزشی در کشور از قدامت بسیار طولانی برخوردار است. این اداره اگرچه در سیر تاریخی خود با تحولات به اصطلاح روبرو شده، تحولاتش از این جهت بوده که گاهی به شکل مستقل، گاهی در چارچوب تشکیلات وزارت محترم معارف و گاهی هم در چارچوب ساختاری وزارت محترم تحصیلات عالی فعالیت کرده. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش های فنی و حرفه‌ای و مسلکی را در 34 ولایت کشور عرضه میکنه. در 34 ولایت کشور مراکز آموزشی داره و تمامی شهروندان عزیز افغانستان از طریق آموزش های تکنیکی و مسلکی بهره‌مند میشن و در این بخش تعلیمات تکنیکی و مسلکی رشته های بسیار مختلف وجود داره که در مراکز آموزشی تدریس میشه. در این قسمت یک نکته را باید خدمت شما عرض بکنم و اویی است که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در حدود 78 رشته فعلا فعال داره، یعنی رشته های بسیار مختلف که در مراکز آموزشی تدریس میشه. مثلا ما میشه بر شما چند تا از رشته های مهمه نام بگیرم. مثلا رشته محاسبه است، رشته بانکداری است، رشته های ماشین است، رشته های برق است، رشته های اقتصاد است، رشته های ترمیم موتر است و همین رقم
مهندسی آب است، کنترل ترافیک فضایی است، تکنولوژی هوانوردی است، انجینری محیط زیست است، رشته های مختلف زراعت داریم، مثل که کشور ما و شما یک کشور زراعتی است، رشته های مختلف زراعت انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی عملا تدریس میشه و شهروندای عزیز ما از این بخش آموزشی بهره میبرن. بله، و این در حالی است ای آموزش ها که همگام و همراه با او آموزش نوین جهانی باید باشه، برای که عزیزانی که در اینجا در این مقاطع درس میخوان یا به دنبال آموزشش هستن نباید از او چیزی که به هر حال آپدیت است و جهانی هست پسمان شوند. قطعا در این قسمت ما باید خدمت شما عرض بکنیم که خب با ادامه صحبت قبلی ما باید خدمت شما عرض بکنم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم رقمی که با مربوط وزارت معارف بود، بعد از در دوره جمهوری اسلامی افغانستان در چوکات اداره در چوکات وزارت محترم معارف فعالیت داشت و تا سال 1397 یکی از شش معینیت وزارت محترم معارف بود. بله. نکته را که شما اشاره کردین با او، اصلا همی دلیل باعث شد که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به یک اداره مستقل تبدیل شود. ما اساسا سوال باید قسمی مطرح بکنیم که چه نیازی است برای آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی در افغانستان. بنابراین بعد از اینکه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری از بدنه وزارت محترم معارف جدا شد، رهبری جدید اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی یک دیدگاه بسیار واضح را در رابطه با تعلیمات تکنیکی و مسلکی طرح کردند. دیدگاه رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در رابطه با این بخشی از آموزش یک دید اقتصاد محور است، یعنی با توجه به اینکه افغانستان یک کشور فقیر است، گراف بیکاری و گراف فقر در افغانستان بسیار بالاست، رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با درک این موضوع بسیار مهم در این فکر شدن که ما اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی را چه قسم بازخوانی بکنیم. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی یا همی بخش های آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی در ادوار مختلف تاریخی خوب این خدمات عرضه کرده، اما عرضه خدمات تعلیمات تکنیکی و مسلکی چه تأثیری بر زندگی و معیشت شهروندان گذاشته، این مهم است. بنابراین همی دلیل باعث شد که ما تعلیمات تکنیکی و مسلکی را یک بازخوانی بکنیم که تعلیمات تکنیکی و مسلکی در افغانستان چی جایگاهی باید داشته باشه. به می حساب همون رقمی که رهبری دولت و به تأثیر از اون رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دهی باور است که منابع زیرزمینی افغانستان یکی از سرمایه های بسیار مهم کشور است که از او باید استفاده درست شود. امکانات و ظرفیت های موجودی که در افغانستان در حال حاضر وجود داره، یکی از او ظرفیت های بسیار مهم سرمایه بشری است. سرمایه بشری نیاز به تربیه سالم و به اصطلاح آموزش مسلکی داره. بنابراین رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با همی انگیزه آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی را یک بازخوانی کردن. بازخوانیش به این معنی که این بازخوانی را مطابق با نیازمندی های جامعه و شرایط اقتصادی و اجتماعی افغانستان باید عیار بسازه. بله، سپاسگزارم. زنده و سلامت باشه. و دوستان عزیزی که در پیوند با
اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، حالا هر پرسشی اگر شما از آن داشته باشین در رابطه با جلب و جذب دانش آموزان و اینکه مقاطع تحصیلیش چگونه هست، چه دوره این دوره ها چقدر طول میکشه و سایر موضوعات، میتونید با شماره تماس 020-25-11-560 به تماس شوین و سوالای خودم مطرح کنین. ما با اتفاق آقای طیب در خدمت شما هستیم. آقای طیب، خب دو مرجع بسیار بزرگ در نظام آموزشی کشور فعالیت داره، یکی تحصیلات عالی است و دیگری وزارت محترم معارف است. چقدر توانسته اداره محترم تعلیمات تکنیکی و مسلکی با این دو ارگان بزرگ و نسبتاً قوی در راستای بهبود وضعیت آموزشی کشور مقابل چیز کنه، یعنی رقابت کنه، یا اینکه بتونه یک جایگاه ویژه‌ای در برابر اینها پیدا کنه؟ درست، اگرچه ما اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فعالیت های خود در راستای امو اهداف و برنامه های بزرگ ملی به پیش میبره، سم فعالیت اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی نه به شکل رقابتی بلکه به صورت هماهنگ هم با وزارت محترم معارف و هم با وزارت محترم تحصیلات عالی به پیش میره. ما در این قسمت رهبری اداره هفته قبلی یک نشست با وزیر محترم تحصیلات عالی داشتن در رابطه با آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی. در این قسمت خوب است که ما از این موضوع یادآوری بکنم که ما آمدیم در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی یک استراتژی را به اصطلاح تدوین کردیم. بله. این استراتژی ناشی از اون دیدگاه رهبری اداره است، یعنی با تأثیر از دیدگاهی که دیدگاه کلان در مورد تعلیمات تکنیکی و مسلکی، یک دیدگاهی گفتم که اقتصاد محور است. ما با هموطنان عزیز ما با فقر روبروست، هموطنان عزیز ما با بیکاری روبروست، بنابراین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی به شکل مصرانه و مجدانه در تلاش است که این فقر و بیکاری به نحوی از آنها کاهش پیدا بکنه. بله. اگرچه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی نقش مستقیم بر تولید کار نداره، اما به صورت بالواسطه به اصطلاح بر تسهیل اشتغال زایی تأثیر گذار است. در این قسمت نکته قابل ذکر است ای است که قرار است یک انستیتیوت تحصیلات عالی در چوکات اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی ایجاد شود. اهمیت و جایگاه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم از همین بابت است. در پانتون از صنف 12 به بعد محصل جذب میکنن تا سطح به اصطلاح لیسانس و دوره ماستری و بالاتر از اون. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی از صنف اول جذب میکنه تا صنف 14. البته این پروسه جذبی هم تفاوتای بین خود داره. خب بنابراین نقش مستقیم اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی تولید سرمایه بشری ماهر و مسلکی است. بله. اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی یا آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی نتیجه‌اش تولید سرمایه بشری ماهر است. اجازه بدید با عرض پوزش آقای طیب عزیز که صحبت های شما رو قطع میکنم، فکر میکنم که بیننده عزیز روی خط هستن و در پیوند با موضوع امروزی برنامه ما میخوان گفتگو داشته باشن. سلام، وقت بخیر خدمت شما بیننده عزیز، بفرمایید خودم معرفی کنن. بله، سلام بر شما، بفرمایید. دوست عزیز بفرمایید خودم معرفی کنن و در پیوند با موضوع امروزی چه پرسشی داریم بفرمایید. بله، فکر میکنم که تماس ما قطع شد. بله دوست عزیز، اگر صدای ما رو میشنویم ممکن هست که صدای تلویزیون رو خود کم کنیم و
صحبت کنید چون ما اصلا صدای شما رو نداریم. من فکر میکنم قطع شد. بسیار خب، ادامه میدم صحبت ها رو آقای طیبه عزیز، تا اینکه اگر مجددا تماس بیننده عزیز بس شد صحبت داشته باشیم. خدمت شما عرض میکردم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در مطابقت با می استراتژی تدوین شده خود در 4 راستای بسیار مهم فعالیت میکنه. یعنی اهداف و برنامه های بسیار مهم و کلان اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در 4 محور مهم به اصطلاح تبارز یافته. یکی از او محورها مشارکت و دسترسی تمام شهروندان عزیز به اداره به آموزش های تکنیکی و مسلکی است. قرار است اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آموزش ها را در سرتاسر ولایات افغانستان و در سرتاسر کشور افغانستان گسترش بده. ما باور ما است، معتقد هستیم که آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی به صورت مستقیم در کاهش فقر تأثیر دارد. خب اگر از مثلا ما یکی از تفاهم‌نامه‌ای که قبلا امضا کردیم امروی اداره خط آهن بوده، قرار است یک اینستیتیوت ایجاد شوه به نام اینستیتیوت خط آهن. بله. یک اینستیتیوت دیگر قرار است ایجاد شوه تحت عنوان اینستیتیوت سرک سازی. خب اینا کلش نیاز به نیروی بشری داره. اگر ما بخوایم خب خط آهنی که عبور میکنه از افغانستان آسیای میانه را به اروپا وصل میکنه، خب اینا نیاز به سرمایه بشری داره. باید این سرمایه بشری تولید شود تا جای او افراد فنی و حرفه‌ای و مسلکی که از خارج به اصطلاح استخدام میشده داخل افغانستان، جای او را سرمایه بشری خود افغانستان باید پر کنه. این باعث میشه که یک تعدادی بسیار زیادی از شهروندای عزیز افغانستان ما وارد بازار کار شد. خب اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این قسمت چی کار میکنه؟ این سرمایه بشری را تولید میکنه. سرمایه بشری را تولید میکنه، زمینه کار و اشتغال که فراهم باشه اینا میتونه به شامل بازار کار افغانستان شد. اما ای که چی قسمی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی نقش داره برای اشتغال زایی، ما بازار کار رهبری جدید اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی بازار کار ضرورت ها و نیازمندی های بازار کار ما مورد تحلیل و ارزیابی قرار دادیم. بله تشکر آقای طیب، اجازه می خوام که صحبت های شما رو همینجا قطع کنم چون فکر می کنم صحبت مهمی هم هست که باید مفصل تر برای بینندگان عزیز تشریح داده شود. اگر موافق باشین که میام برنامه رو ببینیم و بعد از بخش بعدی برنامه. دوستان عزیز تشکر از اینکه همراه ما هستید، میام برنامه رو ببینیم و بعد از بخش بعدی برنامه رو فراموش نکنید. دوستان عزیز مجددا خوش آمدین. آقای طیب سخنگوی محترم اداره مستقل تعلیمات تکنیکی و مسلکی رو در برنامه در کنار خود داریم و در پیوند به فعالیت هایی که این اداره داره و شما از آن صحبت میکنم. در خانه شما هستم آقای طیب. با پرسشی که بیننده عزیز داشتن که فکر میکنم خیلی میتونه مرتبط باشه با اون پرسش هایی که ما هم داریم، صحبت ها رو همچنان ادامه بدیم. دوره 14 پاس دوره ای است که خب بیشتر تمرکز داره اداره شما برای که دانش آموزان تقویت کنند، برای که او دوره تحصیلی رو سپری کنن و بعد از اون مدرک 14 رو بگیرن. خب بعد بحث مهمی که پیش میاد بحث بازار کار افغانستان و شرط ویژه‌ای و نگاه ویژه‌ای که بازار کار افغانستان داره و اولویت قطعا همیشه با کسانی که لیسانس یا مدارک بالاتر داشتن داره. برای کسانی که این دوره را سپری میکنن و 14 پاس میشن چه برنامه های شما دارین و برای که وارد بازار کار افغانستان شوند چه کمک هایی از طرف نهاد شما صورت میگیرن؟ اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی، ما به پاسخ شنونده عزیز ما باید بگویم که تنها هدف اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی نیست که از فقط از 14 فارغ کنه.
بله. اساسا هدف اساسی اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی ای است که فارغین آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی شامل بازار کار افغانستان شد. ما میخواییم به اصطلاح فعالیت های اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی را بر اساس اشتغال زایی یا اینکه فارغین ما چقدر شامل کار شده مورد ارزیابی قرار بدیم. بله. به این اساس ما به خاطر از اینکه بتونیم فارغین خود شامل بازار کار افغانستان بکنیم چند راه را در نظر گرفتن. اولی که نصاب تعلیمات تکنیکی و مسلکی را ما یک نصاب به اصطلاح بازار محور یا اشتغال محور مورد بازنگری قرار دادیم. درست است که مثلا تا حالا که شهروندای عزیز ما از مراکز آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی فارغ شدن بسیاریشان مثلا بیکار هستند. خب خود اشتغال زایی که از به اصطلاح جز فعالیت های مستقیم خود اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی نیست، ارگان های دیگه، وزارتخانه های دیگه در قسمت اشتغال زایی به اصطلاح مکلفیت دارن. اما اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی اشتغال زایی را تسهیل میکنه، یعنی زمینه اشتغال به اصطلاح فراهم میسازه. چه قسم فراهم میسازه؟ از طریق بازنگری نصاب تعلیمی بازار محور. بله. مثلا افغانستان یکی از کشورهایی است که بازدید کننده های خارجی، سیاحان خارجی و توریست ها در سالهای گذشته و به طور دوامدار داخل افغانستان میاین و از جاهای تاریخی افغانستان دیدن میکنن. وقتی خارجی ها میاین نیاز به یک عرضه خدمات داره، نیاز به تهیه غذا داره، نیاز به اصطلاح به سیستم محلی گردشگری داره. بنابراین تعلیمات تکنیکی و مسلکی یکی از رشته هایی را که تحت کار داره رشته توریسم و هتلداری است که ما مثلا سیاها و گردشگرایی که در داخل افغانستان می ما از اونها چه قسم خیلی هم میتونه پر رونق باشه، چه قسم از اونها ما میتونیم به اصطلاح میزبانی بکنیم که از این طریق یک مقدار سرمایه را وارد افغانستان بکنیم. خب امور رقمی که قبلا هم توضیح دادم، یکی از رشته های مهم دیگه خب سرکسازی است. میشه وقتی که کسی از شاگردای کسی سیستم تعلیمات تکنیک مسلکی از رشته فارغ میشن شامل بازار کار افغانستان شد، به شرطی که ادارات دیگه و وزارتخانه های محترم دیگه هم در قسمت کارآفرینی بکنن. درست است؟ خب مثلا رشته برق ما، همیال شرکت برشنای ما و شما که خدمات برق و اصطلاح به تمام افغانستان عرضه میکنه، اکثریت شاگردای فارغین تعلیمات تکنیکی و مسلکی است. اکثریت انجینیرهایی که فعلا در برشنا کار میکنن فارغینی هستن که از اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی از بخش آموزش های تعلیمات تکنیکی و مسلکی فارغ شده. همین رقم در قسمت زراعت، همین رقم در قسمت رشته های مختلف. خب به صورت مستقیم به پاسخ شنونده عزیز ما، سوال کننده عزیز ما که پرسان کردن، خدمتشون ما عرض بکنیم که یکی از روش ها همیست که ما نصاب تعلیمی را مطابق با شرایط اقتصادی و اجتماعی کل افغانستان عیار بسازیم. ولایاتی در شمال افغانستان وجود داره که زراعتی هستن، ما نصاب تعلیمی برش آماده کردیم که خب رشته های مختلف زراعت به اصطلاح تدریس میشن. اینا یکی از رشته زراعت فارغ میشن در ولایات خود من حیث یک کارشناس زراعتی میتونن در قسمت بهبود حاصلات زراعتی به اصطلاح نظر بدن و به صورت تخصصی عمل بکنن.
اینا خودشان میتونن شامل بازار کار شن. یکی از روش های دیگه است که داره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با تقریبا در حدود 18 یا 19 نهاد دولتی و غیر دولتی تفاهم نامه امضا کردن. در این تفاهم نامه همکاری هدف چیست؟ که ما برای اونا به اصطلاح زیربنای آموزشی را برای اونا بیتیم و اگر کارمندای اونا نیاز به آموزش تیوری داشته باشه در اینستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی معرفی میشن، اونجا من تدریس میشن و همین قسم فارغین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در ادارات میرن شامل بازار کار میشن. بسیار میرن عملا به بازار کار شامل میشن. مثلا ما با افغان پست تفاهم نامه امضا کردیم، با اداره خط آهن تفاهم نامه امضا کردیم، همین رقم با اداره هوانوردی ملکی تفاهم نامه امضا کردیم. از این طریق ما هم میتونیم زمینه اشتغال برای فارغین اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فراهم بسازیم. اگرچه ادارات دیگه و وزارتخانه های دیگه هم خوب وظایف اساسی اونا هم هست که در رابطه بر تولید کار زمینه سازی بکنن تا اینا شامل بازار کار افغانستان شد. بله سپاسگزارم آقای طیب. امسال چگونه بود با توجه به اینکه حالا بیماری کرونا آمد وضعیت در جامعه ما یک مقدار سخت‌تر کرد، به ویژه برای کسانی که به دنبال علم و دانش بودن و قطعا مراکز تعلیمی و تحصیلی به شدت از این ناحیه ضربه خورد. برنامه‌های شما چگونه بود امسال، والا سال بعد چگونه خواهد بود و عزیزانی که مایل هستند که در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی با عنوان دانش آموز وارد این دایره شوند چه کار باید بکنن، به کجا مراجعه کنن و چه مراحلی رو سپری کنن؟ خب قسمت سوالتون دو بخش داشت. ما میخواییم اینطور پاسخ بگویم که همون رقمی که کرونا تمام فعالیت های کشورها را در سطح جهان تحت تاثیر قرار داد، شک نیست که فعالیت های اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی هم تحت تاثیر پدیده بسیار خطرناک جهانی قرار گرفته. اما خوشبختانه اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در بسیاری از اینستیتوت ها و مراکز آموزشی خود درس های خود ادامه دادن. ما در کابل و در سطح ولایات چپترهای آموزشی را تهیه کردیم، ویدیوهای آموزشی را تهیه کردیم و همین رقم یک پورتال برای اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی ایجاد کردیم. با استفاده از همین فرصت تعطیلی که در تمام فعالیت ها تعطیل بود، رهبری اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این قسمت بسیار به صورت جدی و شبانه روزی کار کردند. نصاب تعلیمات تکنیکی و مسلکی را با استفاده از همین فرصت مورد بازنگری قرار دادند. بخش نماینده بخش سکتور خصوصی در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی تشریف داشتن، نماینده بازار کار افغانستان در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی تشریف داشتن، روی این نصاب کار میکردن با استفاده از این فرصت. ما نصاب مورد بازنگری قرار دادیم و همین رقم یک پورتال آموزشی را ایجاد کردیم، چپترهای به اصطلاح آموزشی را آماده کردیم و از طریق همین پورتال در دسترس مردم افغانستان شاگردایی که در مراکز آموزشی تحت تعلیم قرار داشتند، اونا از این چپترها استفاده کردند، از این ویدیوها استفاده کردند. با توجه حالا نه تنها شرایط به اصطلاح پندمی کرونا، بلکه حتی رهبری اداره در این انگیزه است که از طریق سیستم جدید آنلاین سیستمی را به اصطلاح به وجود بیارن که دورترین نقطه افغانستان از طریق این سیستم آنلاین بتونن به اصطلاح به آموزش‌های تکنیکی و مسلکی دسترسی پیدا بکنن. خوبی این کار در کجاست؟ خوبی این کار در ایست که او شاگردی که در دورترین نقطه افغانستان
علاقمند است که در این سیستم آموزشی داخل شوند. از بهترین استاد و از بهترین چپتر میتونه استفاده بکنه. بسیار خوب. بنابراین ما در صددی هستیم که سیستم آموزشی آنلاین برای همیشه بر اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی آماده بسازیم که تمام شهروندهای افغانستان در دورترین نقطه از این آموزش ها مستفید شوند. البته با این شرط که سایر تسهیلات هم به اصطلاح آماده باشه. سپاسگزارم آقای طیب، ببخشید که صحبت شما را قطع کردم. همکاران ما اشاره میکنن که مجددا باید میان برنامه رو ببینیم و بعد از انشاءالله بخش بعدی فرصت داریم که در رابطه با سایر کارکردها صحبتی داشته باشیم. دوستان عزیز، میان برنامه را ببینیم و برگردیم به ادامه صحبت ها در بخش سوم و سایر فعالیت ها و برنامه هایی که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دارد. دوستان عزیز، مجددا خوش آمدید و توجه شما از آن به بخش سوم برنامه جلب میکنم با اتفاق آقای طیب عزیز. صحبت ها را ادامه میدم. آقای طیب، چند پرسش باقی مونده. یکی بحث توازن هست و عدم توازنی که میان شاگردان انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی وجود داره و بالغ بر تقریبا 70,000 نفر هستن و تعلیمات عمومی چیزی نزدیک به 9 میلیون نفر، و فکر میکنم اگر این ظرفیت بیشتر شود میتونه تاثیر بسیار مثبتی بر جامعه ما داشته باشه. نکته دومی که فرصت نشد در بخش قبلی صحبت کنیم، بحث ورود به این اداره است و عزیزانی که میخوان و مایل هستن که در تعلیمات تکنیکی و مسلکی به عنوان شاگرد وارد بشن چه کار باید بکنن و برنامه های شما را از زبان شما میشنویم. در قسمت سوال اولتان با خدمتتان عرض بکنم که همون رقمی که شما اشاره کردین، شاگردای تعلیمات عمومی تقریبا در حدود 9.5 میلیون است، اما تعداد شاگردای تعلیمات تکنیکی و مسلکی فعلا کمتر از 70,000 است. ما میخواهیم این را بگوییم که افزایش شاگردای تعلیمات تکنیکی و مسلکی در سرنوشت جامعه ما چی تأثیر داره. ما ادعای ما است که هر قدر نیروی بشری بیشتر در جامعه تولید شود، به مو اندازه بر کاهش فقر تأثیر گذار است. چطور؟ ما همان تمامی این نیروهای مسلکی را، مشاورین مسلکی را مثلا از بیرون وارد افغانستان میکنیم در عرصه‌های مختلف. همین رشته هایی را که ما برای شما فعلا نام بردم، در رشته های مختلف ما مثلا متخصص بیرون وارد میکنیم. اگر ما این سرمایه بشری را در داخل افغانستان تولید کنیم، از فرار بزرگ سرمایه از یک طرف جلوگیری میکنه، از فرار بزرگ سرمایه، و از طرف دیگه انبوهی از جمعیت به اصطلاح جوان ما شامل بازار کار افغانستان میشه. بله. و این به طرف توسعه و پیشرفت ما را به اصطلاح هدایت میکنه. قسمت دوم سوال شما، ما به صورت عموم از دو طریق مثلا جذب میکنیم. یکی که از طریق کنکور کسایی که در تحصیلات عالی جذب نمیشن معرفی میشه در اینستیتوت ها و مراکز آموزشی تعلیمات تکنیکی و مسلکی. یک قسم دیگه است که ما مستقیما از مکتب جذب میکنیم، بعد از فارغین صنف 9 و فارغین صنف 12 را ما جذب میکنیم. یک قسمی هم که یک امتحان اختصاصی از صنف 12 میگیریم، شامل سیستم تعلیمات تکنیکی و مسلکی میشن. که مدرک مکتب هم لازم هست. مدرک مکتب لازم است، بله. اما در عین حال ما یکی از اهداف بسیار بزرگ اداره تعلیمات تکنیکی مسلکی ای است که ما تنها این دو تا گروه به اصطلاح در نظر نگیریم. ما فعلا 12 گروه مورد هدف آموزش داریم، یعنی 12 طبقه از طبقه از جامعه مورد هدف آموزش تعلیمات تکنیکی مسلکی است. مثلا بیکاران، کمکاران، معلولین، محبوسین، مهاجرین، عودت کننده ها و امی رقم حتی کسایی که در مقابل به اصطلاح نظام جنگ میکنن، برای فعلا حتی اونا اگر بخواین مثلا وارد نظام تعلیمی
افغانستان شوه، ما برای اونا برنامه داریم. مثلا یکی از برنامه های مهم ما رشته سنگفرش است که رشته را در اونجا سنگ تراشی میکنن و سنگ نوشته میکنن یا دیزاین میکنن. باز ما از طریق به اصطلاح رشته سنگ فرش ما نصابش آماده میکنیم و جاده ها را به اصطلاح سنگ فرش میکنن. اینا به اصطلاح برای طبقه خاصی در نظر گرفته شده. همین رقم ما فعلا برنامه استاد شاگردی کوتاه مدت داریم که رشته ترمیم موتر و خیاطی را عملا امیال در میان در ولایات غور، در ولایات مثلا دوردست امیال احملا خانمای خانه را تحت آموزش قرار داده. ما میخواییم که در این قسمت فرصت فوت نشوه، اهداف اداره تعلیم و تخنیک مسلکی را به صورت گذرا خدمت شما عرض بکنم. اولین هدفش تولید سرمایه بشری است که بر شما گفتم که از طریق توسعه مکاتب و آموزش های تکنیکی و مسلکی نصاب تعلیمی ما میخواییم سرمایه بشری تولید بکنیم. این تولید سرمایه بشری مستقیما در کاهش فقر در افغانستان به اصطلاح تأثیر گذار است. قسمت دومین هدفش ای است که ما بازار کار افغانستان را شناسایی میکنیم. بازار کار افغانستان در چی چیزی نیاز داره؟ بله. و مطابق او نصاب تعلیمی را عیار میکنیم. نصاب تعلیمی را عیار میکنیم که مطابق مو به اصطلاح شامل بازار کار افغانستان شود. و همین رقم در نهایت توسعه پایدار و انکشاف افغانستان هدف اداره تعلیم و تخنیکی مسلکی است. به صورت بسیار مختصر چند تا از دستاوردهایی که بعد از استقلالیت اداره تعلیم و تخنیکی و مسلکی داشته خدمت شما عرض بکنم. اولین دستاوردش تدوین یک استراتژی بسیار جامع اقتصاد محور. ببخشید آقای طیب عزیز، با عرض پوزش که فرصت داره به پایان میرسه، اگر اینو بتن نکات فهرستوار خیلی سریع بیان کنین که به شما بینندگان عزیز و بعد از من خدمت شما فهرستوار عرض میکنم. اولین دستاوردش یک استراتژی جامع اقتصاد محور است. بله. که حتی با تمویل کنندگان خارجی هم شریک ساخته شده و اونا هم به دلیل همی که با شرایط اجتماعی و اقتصادی افغانستان به اصطلاح همخوانی داشته مورد تایید اونا هم قرار گرفته و این یکی از اولی استراتژی و آموزش های تکنیکی و مسلکی یکی از اولویت های مهم دولت جمهوری اسلامی افغانستان هم هست. و همین رقم ببخشید به عرض پوزش آقای طیب عزیز، ناگزیر هستیم که از حضورشان خداحافظی کنیم چون بیننده همکاران ما اشاره میکنن که فرصت به پایان رسیده و ناگزیریم که دیگه برنامه رو در همینجا به پایان برسانیم. موفق باشین ان شاء الله آقای طیب. تشکر میکنیم از شما هم که فرصت فراهم ساختیم در خدمت شما باشیم. تشکر دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودیم. برنامه ما در همینجا به پایان رسید. تا برنامه دیگر شما از آن و خداوند یکتا میسپاریم. خداوند نگهدار همتون.